من از تهران اومدم. کرمانشاه. از شهرستان قائم شهر. ما از تهران. ما تو بزیدی. نول قسمت شد اومدیم مشهد زیارت، از عمرم اومدیم خدمت استاد دافاتی بخونیم. بالاخره گردنمون حق داره. خاطر همین اومدیم که عرض دادن نسبت به استادمون که یک دلمون آروم بشه واسه نبودنش. واقعا خیلی روز دلگیری بود. بعدی خبر فوتش خیلی ناراحتمون کرد. مدت ها بود که در جریان بودم کامل که شرط استاد چجوری هست و به خاطر این همه اذیتی هم که می شدن خیلی ناراحت بودم و متاثر بودم، ولی واقعا زمانی که فهمیدم دیگه نتونستم تحمل کنم. متاسفم، نمیتونم ادامه بدم. طرفدار فراغروس که دوران جوانی خیلی عکساشو واسه خودم جمع میکرد و خیلی دوستش داشتم. واقعا از خواندن ترانه‌هاش لذت میبردیم ما. و خیلی برامون سخته از دست دادنشون، ولی حضورشون اینجا باعث دلگرمی ما مشهدی هاست و واقعا باعث افتخار ماست که امیدوارم بتونیم میزبان خوبی باشیم برای استاد، هرچند که اینجا شهر خودشونه. همین هم مردمی بود، هم مثلا دل مردم شاد میکرد. ما از برج 10-11 که همین برنامه کرونا پیش اومد ما مسافری نداشتیم. ما در روز شاید 100-150 نفر مسافر داشتیم، ولی از روزی که از روز شنبه، بله، از 1000 و تقریبا 500-600 نفر شروع شد تا 3000 نفر مسافر داریم الان اینجا. یکی از دلایلی که به نظر من موندگاره ایشون، حالا غیر از هنرش و غیر از صدای استثنایی که داشتن، به خاطر مردمی بودنشون بود. ایران یک اسطوره هنرمند، یک انسان وارسته، یک انسان آزاده، یک انسان هنرمند با قول سایه، نه هنرفروش، یک هنرمند اصیل و با ارزش از دست داد متاسفانه. واقعا یک مرد بود، یک آواز خوان، یک استاد بود. شجریان یه دونه بود. جزء آحاد مردم بودن، صدای مردم ایران بود، نفسش نفس مردم ایران بود. ربناش، ربنایی که میگه واقعا آرامش میده به ما. تمام آوازا به کنار، خصوصا ربناش، خدا رحمتش کنه. ربناش واقعا زمان روزه تمام بدن آدم میلرزید وقتی صدای استادو گوش میدادیم.